سرخط خبرها. دست کم 100 کشته و 100 مفقود در انفجار دیروز بیروت. 300 هزار نفر بی خانمان شدند. هشدار درباره کمبود تخت و پرسنل در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ایران. سازمان نظام پزشکی از تصمیم سخت برای انتخاب بیماران می‌گوید. ادامه یکی از معترضان دی ماه 96 در ایران، مصطفی صالحی، اتهام کشتن یک سپاهی را رد کرده بود. و تصویری نادر از داخل کمپ‌های نگهداری مسلمانان اویغور در سینکیانگ، یک مدل سابق از نحوه برخورد دولت چین پرده برداشت. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری چهارشنبه 5 اوت برابر با 15 مرداد از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. نیروهای امدادی و بیمارستان‌ها در بیروت، پایتخت لبنان، با پیامدهای انفجار مهیب روز گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند که بخش بزرگی از تأسیسات بندری را ویران کرده. دست کم 100 نفر کشته شدند و بیش از 100 نفر هم مفقودند. حدود 4000 نفر هم زخمی شدند. سازمان صلیب سرخ در تلاش است با همکاری مقام‌های بهداشتی لبنان سردخانه‌هایی برای نگهداری اجساد کشته شدگان برپا کند. گزارش‌ها حاکی است که گنجایش سردخانه‌های بیمارستان‌های بیروت پر شده و کادر درمانی برای درمان شمار زیاد مجروحان با دشواری روبروست. تلاش برای نجات کسانی که احتمالاً زنده زیر آوار مانده‌اند ادامه دارد. نهتاد فرهمند گزارش می‌دهد. تازه‌ترین اطلاعاتی که از مسئولان لبنانی نقل شده، پیشینه انفجار دیروز بیروت را 7 سال به عقب می‌برد. به کشتی متعلق به مولداوی با بار 2750 تن نیترات آمونیوم که از گرجستان به موزامبیک می‌برده. نیترات آمونیوم هم در مواد منفجره و ترقه و فشفشه کاربرد دارد، هم در کود شیمیایی کشاورزی. کشتی برای تعمیر در بندر بیروت لنگر می اندازد. طلبکارهای صاحب کشتی سر می رسند. از دادگاهی در بیروت حکم توقیف محموله کشتی را می گیرند. این محموله خطرناک 7 سال بدون رعایت ایمنی در گوشه انبار ماند. 3 سال پیش گمرک بیروت خواهان تعیین تکلیف آن شد، اما پاسخی نگرفت. محموله همچنان در پیچ و خم دیوان سالاری دستگاه قضایی لبنان گرفتار بود. کنار آن هم حجم زیادی زباله شیمیایی سمی و خطرناک از حدود 30 سال پیش انبار شده بود. دیروز داشتند در انبار را جوش می دادند که آتش سوزی رخ داد. آتش نشانی حاضر شد، اما دیر شده بود. نتیجه چه بسا عظیمترین انفجار غیر اتمی از زمان کشف بارود. انفجاری با قدرت 600 تا 800 تن TNT. شرجی بودن بیش از حد هوای بیروت در این فصل از سال و فضای خالی گسترده‌ای که دریا در برابر محل انفجار فراهم آورده، گستره ویرانگری انفجار را کیلومترها افزایش داد. از بندرگاه بیروت جز تلی از آهن و خاکستر نمانده. 70% نیازمندی‌های لبنان کالاهایی است که از این بندرگاه وارد می‌شود. ویرانی گسترده خانه‌ها و فروشگاه‌ها و مؤسسات و بیمارستان‌ها هم افزون بر آن، دولت لبنان را در وضعیتی گذاشته که اگر بیروت را اسرائیل بمباران کرده بود، فرق چندانی نمی‌کرد. پول بازسازی این همه ویرانی را از کجا بیاورند؟ آن هم در حالی که ظرف چند ماه بهای دلار در لبنان 6-7 برابر شده. کشور در گردابی اقتصادی افتاده که راه گریزی از آن نمی‌یابد. دست کمکی هم اگر به سویش دراز شود، چه بسا به بهای به هم خوردن معادلات سیاسی کشور باشد. مرتضی فرهمند، BBC. همکارم نفیسه کوهنورد که سالها خبرنگار ما در بیروت بوده اینجا در استودیو با ماست. نفیسه، فشارهای اقتصادی روی مردم این اواخر
زیاد بود. از اهمیت این بندر بگو و نقشی که این بندر داره در وضعیت معیشتی مردم. پریزاد، اون بندر شریان اصلی در حقیقت تغذیه کل لبنانه. لبنان بسیار کشور کوچیکیه به رغم وزن بزرگی که در صحنه سیاسی داره، کشور بسیار کوچیکیه و اون بندر نقش حیاتی داشت. در کنار همین محل انفجار، بزرگترین سیلوی نگهداری گندم بود که تغذیه لبنان از اونجا اتفاق انجام میشد، که انفجارش باعث شده که تقریبا میشه گفت توی تصاویر هم مشهوده، بخش بزرگیش با خاک یکسان شده و گندم ها سوخته. حداقل ذخیره 3 ماه این کشور از بین رفته و هنوز نمیدونن که چطور باید الان جایگزین بکنن. فعلا محدودیت گذاشتن برای تامین آرد، برای نانواها فقط آرد رو در اختیار نانواها قرار بدن. و این وضعیت وقتی اتفاق افتاده که لبنان تا خرخره هم در بدهی خارجی بود، در آستانه ورشکستگی بود، مردمش واقعا دیگه داشتن گرسنگی رو در زندگیشون حس می‌کردن. قیمت‌ها بالای 50% رفته بود. همین قیمت نون 2 ماه قبل بیشتر از 50% شده بود. قیمت گوشت 70% بالا رفته بود و کسی واقعا خیلی‌ها نمی‌تونستن خریداری بکنن. کم کم هم عدم وجود مواد غذایی و محصولات در فروشگاه ها هم به چشم میخورد و این وضعیت دقیقا این موقع افتاده و وقتی که کرونا هم به هر حال فشارهای دیگه ای رو وارد کرده. اگه نگاهی بکنیم به موضع کشورهای مختلف، از کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل، ایران، کشورهایی که مواضع مختلفی نسبت به لبنان داشتن، درخواست دادن که، یعنی در واقع گفتن که ما به درخواست کمک لبنان اگر بخواد ما کمک میکنیم و قبول میکنیم. این چه چیزی رو نشون میده؟ خب البته همیشه وقتی چنین اتفاقهایی در منطقه هم افتاده یا جاهای مختلف دنیا افتاده، ما رفتار مشابه رو از گروه ها و کشورهایی که متضاد هم همیشه عمل میکنن در این مناطق دیدیم که به کمک اون کشور آسیب دیده اومدن. مثلا وقتی زلزله در ایران اتفاق افتاد در بم، آمریکایی ها هم دست کمک دراز کردن. اما مشخصا در مورد این که اسرائیل پیشنهاد کمک کرده، میشه گفت برای اولین بار اتفاق میفته، بی سابقه است، به خاطر اینکه این دو کشور همچنان در حال جنگ محسوب میشن. و نکته دیگه اینه که تا الان مقاومت میکردن خیلی از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا، برای کمک کردن و وام دادن به لبنان بحران زده از نظر اقتصادی و شرط اصلاحات داخلی و به خصوص کم کردن نفوذ حزب الله رو میدادن، اما فعلا به نظر میرسه که دستشون رو دارن دراز میکنن. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم فردا قراره بره اونجا و آقای پومپئو هم با سعد حریری البته تماس گرفته و گفته کمک میکنه، که لازم به ذکر که خب آقای سعد حریری سر قدرت نیست. مشکرم از توضیحاتت. همینطور که با نفیس صحبت میکردیم، تصاویر زنده رو داشتیم از بندر بیروت که الان دیگه نداریم. اما بریم سراغ ایران. سازمان نظام پزشکی گفته که کشور با کمبود تخت ICU مواجهه و از این به بعد باید بین بیماران برای ماندن در بخش مراقبت‌های ویژه انتخاب کرد. خبر در حالی اعلام شده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا رو به افزایش است، ولی عزاداری‌های محرم و کنکور سراسری قرار است برگزار شود و همین نگرانی‌ها درباره شیوع بیشتر ویروس کرونا را افزایش داده. طبق آمار رسمی از دیروز، نزدیک به 2500 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 185 نفر هم جانشان را از دست دادند. طبق آمار منابع بیمارستانی، شمار واقعی مبتلایان به کرونا بیشتر از آمار رسمی است. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ممکن است در کوچه و خیابان همه چیز عادی به نظر برسد، اما ویروس کرونا زیر پوست شهر در حرکت است و هر روز جانهای بیشتری می‌گیرد. شمار جانباختگان به روایت آمار رسمی هنوز 3 رقمی است. طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2697 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 185 نفر از هموطنان عزیزمون رو
در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 17802 نفر رسیدند. 14 استان در وضعیت قرمز و 12 استان در وضعیت هشدار. یعنی بر اساس آمار رسمی از کل استان‌های کشور فقط 5 استان با بحران کرونا مواجه نیستند. ظرفیت بیمارستان‌ها پر شده و حالا باید برای حفظ جان یک بیمار جان دیگری را به خطر انداخت. علیرضا سلیمی معاون سازمان نظام پزشکی ایران میگوید ایران با کمبود تخت آی سی یو مواجه است. لحظات سختی را برای تصمیم گیری خالی کردن تخت‌های آی سی یو و انتخاب بیماران جدید سپری می‌کنیم. اولین کمبود در بخش‌های آی سی یو کمبود نیروی انسانی است و بعد پرداخت به کارت درمانی است که ماه‌ها به تعویق افتاده است. کارت درمانی خسته و فرسوده شدند. خستگی ایمنی بدن را پایین می‌آورد. این در حالی است که ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید شمار بیماران بستری شده اخیراً روند نزولی داشته. آقای حریچی اینجا در یک برنامه در تلویزیون ایران میگوید به رغم شرایط بحرانی مراسم عزاداری محرم برگزار میشود و فقط بخشی از رسوم آن اجرا نخواهد شد. بوشهر و خوزستان در میومدن به صورت همون تبلو سنت بله اونها رو نخواهیم داشت. مثلا دستجات بزرگ مثل تشگذاری در اردبیل نمیدونم زنجان و اینها رو لطف کردن با ما همکاری کردن این رو نخواهیم داشت. بهترین ناظر ما در این قضیه خود هیئت ها خواهند بود. برای مشخص نیست هیئت ها چگونه می توانند بر اجرای پروتکل های بهداشتی نظارت کنند. در میان سازمان نظام پزشکی از مردم می خواهد به مجلس عزا و عروسی نروند تا جان کادر درمانی را حفظ کنند. کادر درمانی در تیررس کرونا هستند. سازمان نظام پزشکی میگوید 6000 نفر از کادر درمان تهران به کرونا مبتلا شدند و بیش از 150 نفر هم جان خود را از دست دادند. فقط تهران نیست، استانهایی هم هستند که در حالت عادی با کمبود کادر درمانی مواجهند و حالا در بحران کرونا در تنگنای بیشتری قرار گرفتند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در ایران حکم اعدام مصطفی صالحی از معترضان دی ماه سال 1396 در اصفهان اجرا شد. او به قتل یک عضو سپاه پاسداران متهم بود. آقای صالحی در محاکمه‌اش اتهام قتل را رد کرده بود. مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات سال 96 در یکی از توابع نجف آباد اصفهان بود. از عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر درباره نحوه رسیدگی به این پرونده پرسیدم. درباره نحوه دادرسی آقای صالحی نه من و نه هیچ کسی دیگه هیچ خبری نداره، برای اینکه پرسش اصلی اینه که چرا یک محاکمه‌ای که در ارتباط با در حال امنیت کشور و امنیت مملکت به خصوص وقتی که اتهام قتل هست، چرا این محاکمه نظیر محاکمه‌ای که در ارتباط با جرائم مالی هست؟ ببینید الان مدت هاست که محاکمه های زیادی به صورت علنی برگزار میشه، رسانه های خبری هستند، شاید عدید از مردم هم ملمان تماشاچی باشن، اخبارش هم منعکس میشه، ولی هر وقت صحبت راجع به امنیت مردم و مملکت میشه محاکمه پشت درهای دربسته است و همیشه هم در دادگاه انقلاب. یعنی اینکه در جمهوری اسلامی مال مردم ارزشش بیشتر از جان مردمه، چون اینجا وقتی گفته میشه اقدام بر علیه بر ضد امنیت، یعنی امنیت مردم دیگه، بنابراین چه محاکمه پشت درهای بسته است. دوم این که در این محاکمه مثل دیگر مواردی که شخص محکوم به اعدام یا حبس‌های دراز مدت میشه همیشه عنوان دلیل صحبت اقرار متهمه، در صورتی که در تمام این محاکمه ها هم وقتی در دادگاه متهم مورد بازجویی قرار میگیره خبری که توسط وکلا و بعضی وقتا خانواده های محکوم به ما میرسه میگوید که نه او اعتراف نکرده، زیر شکنجه بوده، ماها در حبس انفرادی بوده و و و. خب چرا اینها رو نمیان در ببینید میگن این واقعه
در یک شهر کوچک نجف آباد اصفهان اتفاق افتاده. اگر محاکمه علنی باشه در اون شهرک چند هزار نفر، چند صد نفر باشن، اونها میان به عنوان شاهد، به عنوان گواه شرکت میکنن و میگویند که واقعا آیا این شخص مرتکب قتل شده، آیا جزء اغتشاشگرها بوده، یا به صورتی که خودش در دادگاه عنوان میکنه نه اتهام قتل رو قبول نداره. اینجاست که خب من پرسش دوم مطرح میکنم، اگر این اتهام مربوط به دی 96 یعنی 3 سال نیم پیش، چرا الان اعدام میکنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه جامعه ایران در حال انفجاره، اعتصاب هایی که هر روز گسترشش بیشتر و بیشتر میشه، بنابراین برای اجرای همون سیاست الرعب به نصر، یعنی اخافه مردم، ترسوندن مردم هستش که امروز میان اعلام میکنند که یکن اعدام شدن. و خب از هفته های پیش هم این شایعه وجود داشت که عده‌ای میخوان اعدام کنن. آقای لایجی اشاره کردن که از هفته های پیش مسئله مطرح بوده، همین چند هفته پیش بود که شاهد بودیم که در واقع میلیونی هشتگ زدن در توییتر که اعدام نکنید، البته اون در واکنش به سه متهم دیگر بود. آیا فکر میکنید که این دوتا پرونده با هم اتهام در واقع رابطه ای دارن؟ اینکه فشار در واقع شبکه‌های اجتماعی نبوده این دفعه این مسئله باعث شده، یا آیا مقام ها فقط میخوان بگن که از این اهرم اعدام همیشه میتونن استفاده بکنن و در واکنش به اون بوده؟ اینو چجوری میشه تحلیل کرد؟ در پی همون کارزار هم که خب یک کارزار بی سابقه بود، من به عنوان کسی که 50 سال از عمرش در فعالیت حقوق و بشری گذشته میگه همچی کارزاری حتی در دنیا کم سابقه بود در این گسترشش و با این استقبالی که مردم کردن. چرا؟ برای اینکه همه میدونستن اولا بیشتر مردم مخالف اعدامن، به خصوص که این اعدام یک اعدام ظالمان است، یعنی اعدامی است که در چارچوب قوانین ضد بشری ایران هم متاسفانه قابل توجیه نیست. خب این امید میرفتش که شاید جمهوری اسلامی پند گرفته باشه، همچنان که دیدیم بعد از توقف یا عدم اجرای اون سه اعدام، خب با درخواست اعاده دادرسی موافقت کردن و چند وکیلی که به این پرونده دسترسی پیدا کرده بودن گفتند که اصلا اونها بهشون اجازه حتی خوندن پرونده هم داده نشده، بعد در این شرایط اونها رو محکوم به اعدام کردن. خب الان هم این محاکمه و این اعدام هم از همون مقبول است. ولی چرا؟ برای اینکه همونجور خدمتتون عرض کردم، جامعه در حال انفجار، تورم روزافزون، اعتصاب‌های روز فراگیر، کرونا، و به صورتی که روزی نیست که صدها نفر در ایران نمیرند و اونها دو مرتبه این موضوع رو هم از آگاهی مردم به آگاهی مردم نرسونند. اینجاست که باز برای ارعاب مردم و برای ترسوندن مردم که در گوشه دیگه از ایران جامعه منفجر نشه، میان به این صورت مردم بگن که شرکت در این نوع اعتراض ها باهاش بسیار سنگینه و ممکنه به باهای جانتون تمام بشه. حالا چند خبر کوتاه. معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ایران گفته گزارش نهایی درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراین به زودی منتشر می شود. محسن بهاروند گفته این گزارش را برای سازمان بین المللی هواپیمایی ایکائو می فرستند و مردم هم از آن مطلع خواهند شد. خانواده های جانباختگان پرواز 752 خواستار انتشار کامل داده های استخراج شده از جعبه سیاه این هواپیما شده بودند. در این حادثه که حدود 7 ماه پیش بر اثر شلیک موشک های پدافند سپاه پاسداران نزدیک تهران اتفاق افتاد، همه 176 سرنشین هواپیما جان باختند. نارندرا مودی نخست وزیر هند در مراسم نصب سنگ بنای معبد جدید هندوها در شهر آیودیا در شمال این کشور گفته این معبد نمادی مدرن از فرهنگ هند خواهد بود. پیشتر در محل ساخت این معبد مسجدی قدیمی بابری قرار داشت که 28 سال پیش به دست هندوهای متعصب تخریب شد. هندوها و مسلمانان ادعای مالکیت این محل را دارند. ساخت این معبد برای راما از خدایان هندو وعده انتخاباتی حزب ملی‌گرای حاکم به رهبری آقای مودی بوده.
در بریتانیا از عروسک نخست وزیر بوریس جانسون برای فصل جدید یک سریال محبوب رونمایی شده. سریال عروسکی اسپیتینگ ایمیج که سیاستمداران بریتانیا را به سخره می‌گیرد بعد از 24 سال به تلویزیون بازگشته. دو شخصیت دیگر سری جدید مشاور جنجالی آقای جانسون و شاهزاده اندرو پسر دوم ملکه هستند. وزارت ورزش ایران تایید کرده که یک نفر از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس در بازداشت است. در اطلاعیه این وزارتخانه گفته شده که این دستگیری در ادامه مقابله با فساد در ورزش بوده. در بعضی از رسانه‌ها گفته شده که رضا یلوه، معاون اقتصادی باشگاه و امیر خاجوند، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس، به دلیل دریافت مبالغی از کارگزار باشگاه دستگیر شدند. آقای یلوه بعد از مدت کوتاهی آزاد شد. وزارت ورزش گفته بود که با فساد در ورزش و به خصوص فوتبال مبارزه خواهد کرد. همکارم پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما اینجاست تا توضیحات بیشتری بده. پوریا، به نظر این دستگیری‌ها در پرسپولیس مربوط با شرکت آتیه داده پرداز، مشکل این قرارداد با این کارگزار چی بوده؟ بحث خیلی پیچیده‌ای، من واقعا کار سختی دارم که تو این 3 دقیقه بتونم خلاصه بکنم. سعی خودم رو میکنم. این شرکت آتیه داده پرداز مهمه. قبل از اینکه بریم سراغ قرارداد پرسپولیس، یه مقدار راجع به پیشینه اینها صحبت بکنیم. خیلی از بیننده های ما ممکنه که براشون جالب باشه، چون در این سالها که برنامه 90 وجود داشت و برنامه فوتبال 120 هم وجود داشت، این شماره تلفن هایی که بهش اس ام اس داده میشد، پیامک داده میشد، 2090 و 2120 مربوط به این شرکت هست. یعنی الان اطلاعات نزدیک 35 تا 40 میلیون نفر، افرادی که در طول این سالها حالا یا علاقمند به فوتبال بودن یا حالا میخواستن تو اون قرعه کشی جوایز و اینا شرکت بکنن، به اینها پیامک زدن، همه در اختیار شرکت آتیه داده پردازه. و بعد مسئله دیگه اینه که قراردادی که با پرسپولیس بسته شده، قراردادی 3 ساله که 110 میلیارد تومان به پرسپولیس دادن، این خودش حالا یه نکته جالبی داره که میگن که یه مقداری از این پول پرداخت شده، ولی که الان ما اینجا نشستیم بازیکنای پرسپولیس میگن که حقوق دریافت نکردن، فردا هم مهلتشون برای پرداخت برانکو ایوانکوویچ و مربیان خارجی هم تموم میشه. پس این پول ها کجاست؟ اون خودش یه سوال دیگه است که حالا توی 24 ساعت آینده بعد ببینیم که چقدر از این مسئله روشن خواهد شد. مسئله دیگه اینه که هیچ تضمینی برای پرداخت این 110 میلیارد تومان در قرارداد وجود نداره، یعنی که میتونن هر موقع که دلشون خواست پرداخت بکنن همیشه. که خود قرارداد عجیبیه و در نهایت مبلغ قراردادم با توجه به اینکه کلیه پولهایی که در مورد چیزهایی که باشگاه میتونه بفروشه، از تبلیغات روی پیراهن گرفته تا مثلا کارهایی که به صورت رسانه‌ای میتونن انجام بدن، همه در اختیار این شرکت آتیه داده پردازه و دیگه به خود اونها بستگی داره که چقدر پول میتونن بسازن از برند پرسپولیس. پوریا، خبرگزار ایران پیش بینی میکنن دستگیری‌های دیگه هم در راه باشه، چه اتهام‌های دیگه مطرحه؟ 5 ثانیه وقت. بله، اتهامای دیگه‌ای که مطرحه فقط مربوط به پرسپولیس نیست. الان خبرگزاری تسلیم زده، بعضی از اسمان هم دارن به اون مدلی که تو ایران مطرح میشه، مثلا اول اسم کوچیک و اول فامیلی رو میگن، همینجور داره هی مطرح میشه. خلاصه وضعیت جالبی نیست، به خاطر اینکه میگن هم قراردادهایی که با این شرکت بسته شده، هم قراردادهایی که با افراد دیگه، مربیای خارجی اینا بسته شده، جورایی بوده که این قراردادها وقتی که به درد سر می‌خورده پرسپولیس یا طرف ایرانی همیشه بازنده میشده توشون. ولی یه نکته‌ای که نباید فراموش بکنیم اینه که الان بحث وزارت ورزش به خاطر اینکه پرسپولیس استقلال در اختیار داره مطرحه، اما خود فدراسیون فوتبال هم پرونده‌های بسیار زیادی داره که هی اینا دارن رو میشن. وضعیت فوتبال وضعیت جالبی نیست. باز در این مورد خواهیم شنید تو روزهای آینده. متشکرم از توضیحاتت. ممنونم پوریا ژافره همکارمون با ما. بی بی سی به تصاویر کمیاب از درون دستگاه حبس مخفیانه دولت چین در سینکیانگ، منطقه در غرب کشور، دست پیدا کرده. فیلمی که مدل سابق از اقلیت اویغور از خودش گرفته، نشان می‌دهد که به تختی زنجیر شده. خانواده‌اش می‌گویند که او برای آنچه که چین بازپروری می‌خواند تغییر مکان داده شده و از آن موقع تا کنون هیچ خبری از او نگرفتند. حدود 1 میلیون اویغور چینی در این مراکز موسوم به بازپروری محبوسند. نه وزارت خارجه چین و مقامات سینکیانگ به درخواست‌های بی بی سی برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ ندادند. جان سادورس گزارش می‌دهد.
همین چند سال پیش مردان غفار داشت در جنوب چین دور از خانه‌اش در سینکیانگ به عنوان یک مدل پول خوبی در می‌آورد. ولی این وضعیتش وسط زمستان پارسال است. لباس‌های کثیف و مچش که با دستبند به تخت زنجیر شده در فیلم واضح هستند. او الان در سینکیانگ پشت این میله‌های زندان است. بلندگو به زبان محلی در حال پخش پروپاگاندا. با وجود خطر مجازات‌های بیشتر برای او، خانواده‌اش از جمله عمویش که در آمستردام زندگی می‌کند گفتند که راهی جز انتشار این ویدیو نداشتند. سکوت ما بهش کمک نمی‌کنه. تنها کاری که می‌تونم بکنم اطلاع رسانی عمومیه. این تنها شانس ما برای نجاتشه. این مدد جوان قبلاً سال 2018 هم به خاطر جرمی مرتبط با مواد مخدر 16 ماه زندانی شده بود. هرچند خانواده‌اش میگویند بیگناه بوده. لذت آزادی بعد از زندان براش دوام زیادی نداشت چون خیلی زود پلیس دوباره دستگیرش کرد و برای چند روز درس گرفتن بردنش به سینکیانگ. از دولت چین پرسیدیم چه اتهام‌های بیشتر علیهش وجود داره و چرا به تخت زنجیر شده بود، اما جوابی نگرفتیم. Why he was handcuffed to a bed. We've received no response. China has built a vast network of highly secure facilities. چین شبکه‌ای از ساختمان‌های حفاظت شده در سینکیانگ ساخته. بعضی از آنها را به ما نشان دادند که ثابت کنند اینها مدارس مبارزه با افراط‌گرایی هستند و نه اردوگاه. ولی سال پیش بعد از فشارهای بین‌المللی گفته شد این مراکز بسته می‌شوند. The texts Merdan Gapper sent along with his video. متنی که مردان غفار همراه ویدیو فرستاده اما چیز دیگری میگوید. 50 60 نفر در یک اتاق کوچک حبس شده بودند. روی سر همه کیسه کشیده بودند و دست و پاشون رو دستبند زده بودند. صدای شکنجه میومد. صدای مردی رو شنیدم که از صبح تا شب داشت جیغ میکشید. One time I heard a man screaming from morning to evening. توصیف خیلی روشنی از زندان‌های چین می‌کنه. زبان چینی رو خیلی خوب می‌نویسه و جزئیات وحشتناکی از شرایط حبس این آدم‌ها میده. اطلاعاتی که خیلی کم سابقاً. در نهایت ویروس کرونا بود که اجازه داد اطلاعات این دستگاه مخفی به بیرون درز کند. وقتی تبش بالا رفته بود به این سلول انفرادی منتقل شد و بعضی از وسایل شخصیش در اختیارش قرار گرفت. نگهبان‌ها بدون اینکه متوجه بشوند موبایلش را به او پس دادند. ولی بعد از مدت کوتاهی پیام‌ها قطع شد. و بعد از آن دیگر از او خبری نشد. جان سادورث، بی بی سی نیوز، بیجینگ. با این گزارش به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون با تلویزیون فارسی بی بی سی.